بیشتر بر ندار. خب کارمو تموم کردم، میخوام بازم بردارم. انگار ما نمیتونیم بیشتر بدیم، زیر از پول بیشتر بدمون میاد. خب تو هم بدوز. بدش کن، بدش کن. بسن خاطره هم دیگه رو گرفتن. زینت به تو ربطی نداره، بدش اینجا. نسیر بدش کن. به هیچ ربطی داره، پای اینا اینجا چه کار است؟ بده به من اندازه سهمیت و بدوزی. نمیخوام. ولش کن میگم. بخوام بذار آدمش کنم، اینقدر به دست پای من نپیچه. چه خبره؟ واسم سر سهمیه بیشتر به هم پریدن. نسیم بیا. اگه خانم امینی میرسید که هرچی از دهنش در میامد بارتون میکرد. وقتی تون تون بزن بروی کار میکنه، خانم امینی تلفش سر ما در میاره. شلوغش نکنی، خودم اضافه سهمیه رو تقسیم میکنم. خدا خیرت بده زهم. اگه میشه فردا دو سه ساعت دیرتر بیام. میخوای بری ملاقات؟ آره، امروز که پول میگیرن برای شکم ببرم. باش، به خانم امینی میگم. تو هم هر چند وقت یه بار جیره‌ای دعوا داری؟ مجبورم بیشتر بریزم، اگر نه کی خوشش میاد اعصاب و چشمشو پای این چرخ از بین ببره. آخه اگه خانم امینی چند بار ایراد بگیره و پیله کنه، همین کارم از چنگت در میاد. کاش باری کسی رو دوشم نبود. چقدر پای تلفن وراجی میکنی دختر؟ خب حالا چه خبر؟ قراره فرداشم با مادرش اینا بیان خونم. پس عروس خانوم بگو بله، بگو بله، بگو بله.
سلام. سلام، خسته نباشی. چه خبر؟ صنوبر و نسرین به هم پریدن. زورشون به هم میرسه. طیبه هم که مدام فکر دیپلم گرفتنه. امتحانش شروع شده. خانم امینی، چند وقت میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. ببین، فعلا برای دختری جا نداری. پسرت وقتی از سربازی بیاد خب زیر دست و بالتو میگیره. آخه تازه چند ماهه که رفته، دستم خیلی تنگ شده. بده به زینت، بگو سیتاس. بچه، صدای پای خانم امینی. حواست نبوده زیگزاگ کردی. قصه بدهیتو کم کنم؟ بله خانم. هنوز خیلی بدهکاری؟ میدونم خانم. خب طوری نیست، اما دیگه تو کارگاه دعوا رو نداز. من از کسی که درد سر درست کنه خوشم نمیاد، هرچند کارش خوب باشه. بچه چطوره؟ دیدم تو کارگاه دست و پاگیر نیاوردمش. از دیروز گذاشتم پیش مادر شوهرم مونده. اینجا خود بچه عذاب میکشید. نمیبری؟ منتظرم بابام بیاد. تو برو. هر دفعه مجبوری بری ملاقات شوهره؟ صبح زود میرم و برمیگردم. آدم شرور هم برای خودش درد سر درست میکنه، هم بقیه رو به آتش خودش میسوزونه. تقصیر نداشت. صابونتون راضی شد اضافه کرایه بدی و بشینی؟ پاشو کرده توی کفش که پسرم میخواد عروسی کنه. خب مبارکش باشه. دروغ میگه، اون میخواد ما رو آلاخون والاخون کنه. گناه نکرده که اتاقش رو اجاره داده. نسرین، بچه های داداشت اومدن. سلام. سلام. امه بریم. بریم. چرا نخریدی؟ یه
گرو میگه بابا جان. من آخر عمری با همین عینک سر میکنم. بیا بریم. چند نفری؟ خودم و دو تا بچه و مادر شوهرم. یه اتاقم باشه بسه. آقاتون کجاست؟ مسافرتم. هر وقت از مسافرت اومد بیاین اینجا. ما با زن جماعت معامله نمی کنیم. برای چی آخه؟ نداریم خانم، نداریم. سلام. سلام. کی جلو افتاد؟ سیاه. به نظر تو کدوم یکی از اینا برای پیرانی قشنگه؟ این یکی خیلی قشنگه، بهت میاد. حالا که قرار عروسی سر بگیره میخوام اینو خودم برات بتوزم. آخه تو با این وضع چرا این کارو کردی؟ دست منو رد نکن دیگه. پارچه عروسی تا من میخرم و برات بتوزم. چرا ازش در میری؟ مگه نیومد خواستگاری؟ اگه من عروسی کنم کی به مادر و خواهرم برسه؟ خدا خدا حافظ. سلام. سلام مادر، خسته نباشی. سلام مادر جون. سلام مادر. سلام. چرا اینقدر خودت اذیت میکنی؟ دلم خوشه که سر پام. کرای خونه رو دادی؟ فردا صبح سر رو میبرم میدمش. مادر جون دواتون تموم شده؟ این دواها دیگه اثر نداره. چراغ خاموش کن. چشم بابا.
زیاده مادر جون. یه وقت کسی غذا نیاورده با هم بخورید. دست درد نکنه. زور زودتر بیا با مادر بزرگ بریم دکتر. کرای خونه یادت نره. نه الان سر رام میدم. میبخشید دو روز دیر شد. انشالله ماه بعدی دو روز زودتر میشه. خدافظ. شما میدار موندی؟ آخه امشب امتحان دارم. این کارا چیه؟ اگه خانم امین سر برسه میز خالی نبینه. بچه تو خیلی کلکی. لابد سر امتحانم تقلب میکنی. خدا کی میگه؟ امتحانه چطور شد؟ با اون وقت خوندنم نمیدونم باید. بازم زن بابات برای تیکی اومده بود؟ اون که عادتشه. اما بالاخره میخونم. خودم از این وقت نجات میدم. خوش منم دل خوش تو رو داشت. خب تو هم بخون. ای بابا. سلام. چته؟ فقط خستم. چقدر از حبسش مونده؟ دو سال دیگه. حالا بگو مرد صاحب کارتو زدی روزگارت بهتر شو؟ وقتی مزد آدمو نمیدن باید چه کار کنیم؟ تو که همش دو سال شوهر نداری. ببین من چی کشیدم که دختر و پسرمو با دست خالی بی پدر بزرگ کردم. تو که شوهرت از دستت به جون اومد گذاشته تا در ره. اما این شوهرش واسه رزق و روزی زن و بچهش دعوا کرده. خودت چی که شوهرت سال به سال از دستت فراری کوه و بیابونه؟ خوبه خوبه. اون جون میکنه تو بیابوناش اگه شوفری مردم رو میکنه تا نون ما رو در بیاره. نوبت تو هم میرسه نصره. دست برای شهر احسان سفارش گرفتم. خیلی خوبه. بچه هم بیکار نمیمونن. منتها هر وقت پارچه رسید باید پولش رو نقد بدیم. کی میرسه؟ هر وقت تمام پولش جور شد. الان یه مقدار پول هست. بذار تو گاف صندوق تا بقیهش هم فرام کنم.
بله. گوشی. سنوبر تلفن. اون بودو شاید حوزه تو هم یکی پیدا شده. شوخی نکن گلی. چته؟ باید برم، مادرم بدحال شده. میخوای همراهت بیام؟ نه. به دوستت بگو من مرده خور نیستم. اگرم زور بزنم و بیشتر جون میکنم به خاطر شیشت دهنه دیگه است. دلخور نشو. بالاخره یکی باید بدوزه. من که نمیدوزم. من میدوزم. چند تاشم بده من. بالاخره یه خرجی توش دارم. آقا شما بفرمایید تو. خانم مریض ما خیلی بدحاله. همه مریض و بدحالن. دروغ نمیگم، خودتون ببینی. هیچ که دروغ نمیگه. پس بگی من چی کار کنم. شما بگی من چی کار کنم با این همه مریض. نوبت یه نفر دیگر بدم به شما. حق کشی کنم. امشب میام خونمون. اگه فردا بدون شیرینی بیای اینجا سرتو میذارم زیر قیچی برقی صاف میبرم. جمیله پاشو کمک کن. مادرتونه؟ نه خیر، مادر بزرگم. باید هرچی زودتر عمل بشه. یعنی تا کی؟ امروز بهتر از فردا. من مجوزشو می‌نویسم فوری بستریش کنید. فردا صبح خودم عمل میکنم. پولش چقدر میشه؟ از بیمارستان بپرس، چون عمل سنگینی مخارجش هم بالاست. ولی الان دستم خالیه دکتر. من مجوزشو می‌نویسم. به محض اینکه پولتون فراهم کردین فوری بسترش کنم. نمیتونیم بسترش کنیم خانم، باید از پذیرش برگه بیاریم. امشب بسترش میکنم، فردا حتما برگه رو میارم. دست ما نیست خانم، باید از پذیرش برگه بیاریم. هرچی منوشه بودم که تو پنبه کردی. برو از آبجی یاد بگیر. به
ببین چه شوهرهای متشخصی کردن. زندگی من به آبجیام چه ربطی داره؟ تا یه خونه نخره و به اسمت نکنه، یه مهر حسابی پشت قبالت نندازه، نمیذارم دختر از خونم ببره. به دایی میگم بیاد سراغت. داییت هم یه خلمشنگی مثل تو، اگه عقل داشت وقتی دید زنش بچه دار نمیشه میرفت زن میگرفت، نمیرفت از پرورشگاه بچه بیاره. چرا به اون بند میکنی؟ حرف نزن. اگه بابات زنده بود که زیر کتک میکشتت. یه عمر جون بکن، دختر بزرگ کن، اون وقت تو رود وایسه جوابتم بده. خیلی خوب، حرفمو پس گرفتم. اگه تو بری من تنهایی چی کار کنم؟ اون دوتا خواهرات که هر کدوم به یه شهر و دیاری رفتن، تو هم میخوای بری؟ اصلا شوهر نمی کنم. خوبه؟ خرج عمل خیلی گرونه. چه کار کنیم خانم؟ هیچ جای تخفیف نداره؟ دست من که نیست. میدونم که بدهکارم، ولی راستش جای دیگه امید ندارم. اومدم بازم از خودتون عرض کنم. اگه میتونستم دریغ نمیکردم، ولی خودت میدونی که هنوز نتونستم پول پارچه های سفارش شهرستان رو جور کنم. دایی اگه به تو نگم پس به کی بگم؟ امشب یه خونم مادرم رو حرف تو چیزی نمیگه. سلام. سلام، چه خبر؟ اومدم بگم چند روزی گرفتم. حواست باشه خاله. خدا خیرت بده. سلام. سلام. حال مادرت چطوره؟ زمانش دنبال پولم. به خانم امینی بگو. گفتم فایده نکرد. به خدا حاضر بودم بده تا از این گرفتاری نجات پیدا کنم. بعد تمام روز تو کارگاه کار کنم. تازه ریختم. سلام. اومدم بپرسم میشه پولو به اقساط بدم؟ در این مورد باید رئیس بیمارستان دستور بده. آقای دکتر محمدزاده اتاق عمل. شما اجازه بفرمایید اول عملش کنم، بعدم پولشو جور میکنم میارم. اگه نیاوردی چی؟ اون وقت نذاریم مریضو ببرم خونه. اومد یه سال طول کشید شما پول فراهم نکن نیاوردین. مریض شما من مخارجی سنگین تر میشه. پس یه رای پیش پای من بذاری. من رای به فکرم نمیرسه. خانومی کنه نیست که عتیقه به حساب بیان، نه نوعی که کسی بدون استفاده کنه، همچون مالی نیست. این که خیلی کمه. اگه راضی نیستی نفروش.
آبجی کجا؟ خودم هم نمیدونم. سلام خانم، حال شما خوبه؟ اتاق خالی ندارین؟ نه نداریم. این طرف ها پیدا نمیشه؟ نمیدونم. سلام. خانم دکتر هستم؟ خیلی وقت رفته. اونجور آدمی هستن که اگه وضعمو بهشون بگم واسه جراحی مادر بزرگم پول خودشونو تخفیف بدن یا حداقل بعدم پولو بگیرن. تا حالا کسی نشیده از این حاتم بخشی یا بخونه؟ هر جا که رو میندازم پیدا نمیشه. کیه؟ سلام مادر، ببخشید مزاحم شدم. سنوبر جون، یه خورده این دختر رو نصیحت کن، تو جای خواهرشی. بهش بگو خودشو بدبخت نکن. چشم مادر. چه خبر شده؟ دایم اومده با حرف بزنه، شاید از خر شیطون بیاد پایین. پس خیالت جمع که درست میشه. گردم بندو بگیر. پول این که کفاف نمیده. تازه خودت هم موقع عروسیته. باید یه زیبرالاتی داشته باشی. من فقط اومدم ببینم فکری به نظرت میرسه یا نه. لج میکنی؟ نه. پس چته؟ به نظر تو اگه من جای سنوبر بودم چی کار میکردم؟ ای بابا، خب از عمویی، خالهی، دایی کسی قرض بگیره؟ تو این شهر غریبه، کسی رو نداره. من چی میدونم؟ بره بدوزه، از صاحبکارش قرض کنه، بعد وایس جاش کار کنه. در دنیا رو که نبستن. باش بیه بگی بخوا. پریشونی؟ یه گرفتاری پیش اومده، گفتم شاید تو بتونی گلشو باز کنی. خیر باشه. دیشب دایی مادرمو راضی کرد که چوب لای چرخ زندگیمو نذاره. این که خیلی خیلی خیره. آره، منتها یه پولی لازمه که امور عروسی و جهیزی درست بشه. کاش میتونستم کمکت کنم. فقط تو میتونی زینت. من؟ من که دستم خیلی تنگه.
خودت که میدونی شوهرم چند سالیه سر کار نرفته. به خاک بچه‌م قسم ندارم. از صندوق کارگو بده. عقلت سر جاشه؟ فکرامو خوب کردم. شبو میمونم کار میکنم. پول زود بر میگردونم. اگه خانم امینی بفهمه هر دومون رسوا میشیم. میدونم. ولی احتیاج دارم. تازه اگه خانم امینی بگه باید فوری پولای پارچه رو بدیم. پولو زودتر میرسونم. عقلت پاره سنگ میبرد. برو به چسب کارت. زینت. گفتم برو سر کارت. دختر چرا ماتت برده؟ میگم چرا ماتت برده؟ عالیه، تلفن. چقدر میخوای؟ ها؟ مبارک باشی. دست درد نکنه. فقط خواهش میکنم بی آبرومون نکن. من اینجا زندگیمو رو دوستیمون گرو گذاشتم. منم همینطور. الان میرم خونه و زود برمیگردم. سلام. سلام. سنوبر خونه هست؟ نه. این بستر بده به سنوبر. بگو عالیه گفت از پسنداز مادرم برداشتم. به کسی هم حرفی نزن. عالیه دیگه چی گفت؟ گفت از مادرم گرفتم. بهش کسم حرفی نزن. میرم بذاره اون پولا تا زودتر بقیهشم جور کنم. باشه. این تهرم بذارم به دست. برای سفارش های مخصوص لازم داری. خیلی خوب. چرا نشستی به دوختن عالیه؟ سهمی سنوبر رو میدازم که کارا عقب نمونه. خودت از کارات عقب نمونی. نترس.
تعطیل کن با هم بریم بیرون، کسی به موندن چک نکنه بعد برگرد. صبح زود بیا در رو با کن، بچه ها پشت در نمونند. باشه. چرا سیاه پوشیدی؟ سال مرگ بچه‌مونه. چطور تو یادت نیست؟ خب 8 سال گذشته. انگار همین دیشب بود. تو کی میخوای قبول کنی که بچه خودش پرید جلوی ماشین؟ تو تقصیر نداشتی. چرا؟ داشت. خب حالا مطمئن شدین؟ پس خواهرتو زود ببر و برگرد. من میخوام بمونم. اصلا نباید تو بخش میومدی، این خودش برای ما مسئولیت داره، فقط خواهر بزرگت میتونه بمونه. بیا بریم. میرم جمیله رو راهی مدرسه میکنم و برمیگردم. چرا امروز زود میری؟ کار دارم. تو اون تو نرو، ماشینا رو بپا. باشه. چند تا؟ سه جی. خانم میشه حالا که سنوبر نیست دختر من جاش بیاد؟ چند روز دیگه که سنوبر برمیگرده اون وقت چی؟ سلام. سلام حدیجه، لباسه رو بذارم اینجا. چه جور اتو کردنی گلی خانم؟ کی؟ من؟ پس من؟ ببخشید خانم امین، درستشو میکنم. اینجوری آبرون پیش مشتری میره. سلام. زیکسکا جا افتاده. کدوما؟ بعد از این حواسش رو جمع میکنه. پس حواس پرتیت به خاطر اینه؟ نه به خدا، این اصلا خودش همینجوری اینجا بود. بذار تو ساکی وسایل طیبه. زینب گیدو دفتر کارت داره.
لباسا رو همینطوری فرستادی فروشگاه؟ مشتری لباس رو برداشت دید اوتوش ناجوره. بله خانم. بیا سرسید نخواه رسیده، پارچه هم همین چند روزه باید برسن. الان که داریم بدوزیم. سپردم یکی دو جا پول جور کنم، پارچه ها رو زودتر بگیریم بذاریم توی انبار بهتری. سلام. سلام. تو چرا نمیای سر کار دختر؟ توی بیمارستان پیش مادرم بودم، حالا اومدم یه سر بزنم و برم. تو دل با پس نباش، به گرفتاریات برس. دست درد نکنه، از مادر تشکر کن. آبچی نذاشتم برم پیش مادر جون. بیا بریم. من میرم بوبو زود برمیگرم. چرا؟ تو تنهایی نمیتونی پولو برسونی، الان دیگه پای منم گیره. ما هر دو کاری کردیم که باید پاش وایسید. خوب پاچتو گرفتم. گلی برگشتی اینجا چیکار کنی؟ خوبیت نداره با نامزد اینجا قرار مدار بذاری. حرف مفت نزن، منم میخوام بیام تو. من چند شب تو کارگاه کار دارم، صبح زود میام. تو دست به چرخ خیاطی نزن، حواس آدم رو پرت میکنه، آدم رو منگ میکنه. باش. اتاق خالی نداری؟ نه خیلی نداری. با این پول خانم یه لونه هم اجاره نمیدم. ببخشید. دوست الان بچه هم پوست مادر شوهرم رو میکنه، پیش مادر شوهرت راحت تره. لااقل قیافه اخمو و اعصاب داغون تو رو نمیبینه. به سوزه پدر فضولی. به من بگو زن، به تو چه که لباسا رو یکی دیگه وعده تو کرده؟ یا یه هایی گرفتاری یکی رفت شده و دو نفر دیگه تو هچل افتاده. قرار شد پرحرفی نکنی. از امشب یه مدت میای کمکی من، پیش کسی هم چیزی نمیگه. چند شب؟ یه وقت دیدی شوهرم از بیابون برمیگرده با کمربند میفته به جونم شلو پلم میکنه. آنچه از کتک بدت نمیاد. به خدا حاضرم وضع شوهرم خوب بشه، یه وانت بخره تو شهر کار کنه، اون وقت هر روز هر شب کتک هم بزنم. اما بالا سرم نباشه. خدا کنه خدیجه چیزی به خانم امینی نگفته باشه. مگه خبر داره؟ اون همه خبرها رو بو میکشه، برای اینکه یه جای خالی واسه دخترش پیدا بشه هر جور پشتک و واروی میزنه. سلام مادر. خب زینت خانم، دخترم کجاست؟
بفرمایی تو. اون پسره کجاست؟ خجالت داره. نمیتونی قایمش کنی؟ اینو بگیر. بیا بریم خونه خودم. نمیام. بیا نترس. نمیام. بیا نترس. نترس نمیام. بیا بریم. مادر گوشو برو خونه. ما امشب تا صبح کار میکنیم. ما برم خونه که تا طلوع چشم به در سفید چه. پس یه کمکی به ما بکن. دست و کمرم درد میکنه. چشمام خوب نمیبینه. گردنم هم درد میکنه. خب سر پا هم نمیتونم وایسم. یه جا بشین. وقتی یه جا میشینم زانوام درد میگیره. اعصابم هم خرابه. از سر و صدای چرخ گوشام درد میگیره. بیا این لباسا رو جای من تو بزن. همه مرضات خوب میشه. بذار راحت باشه. آخه اینطوری که حوصله‌اش سر میره. تا یه چای تازه دم کنم تو هم دست به کار شما دار. عالی هم به من کمک میکنه. یه قرضی دارم باید زودتر بدم. بیا مادر. میشه لطف کنی امشب جمیله رو پیش خودت نگه داری؟ خب بیاین تو. من که باید برم بیمارستان پیش مادر بزرگم بمونم. همین که جمیله رو نگه میداری خیلی ممنون میشم. بیا تو جمیله. جمیله خاله فاطمه رو اذیت نکن، صبح میام دنبالت. چشم آبج. خداحافظ. خداحافظ. مهمانم که داری؟ خواهر یکی از همکارامه، مادر بزرگشون بیمارستانه. من میگم جا پیدا کن برو، برای من مهمون میاره. سلام. مادر شوهرمه بشه. چته زینت؟ این زن آبستنه، درست نیست نصف شب اینجا بمونه و کار کنه. بچه اذیت میشه. همش تقصیر منه. بیام. نه. چند وقتته؟ نمیدونم، تازگی حالم به هم میخوره. چی شده؟ خراب شده. تعمیرکار بیارین. مغازشو بلدی؟ آره، اما الان تعطیله. بریم در خونهش. خونهشو بلد نیستم. اگه فردا هم بیاد به خانم امینی میگه شب ما اینجا بودیم. چرخ که خراب باشه بازم فردا قضیه ما لو میره. بهتره بریم سراغ یه نفر دیگه. کسی رو سراغ داری؟
اگه شوهرت بیا چی؟ اصغر؟ نه اصغر، فقط تو میتونی به ما کمک کنی. هیچ کاری از این بر نمیاد. اگه فردا خانم امینی بفهمه آبرومو میره. من دیگه یه پیشو نمیتونم واکنم. اصغر، زندگی چند تا آدم به این کار بسته است. اگه اون روزا دیر وقت به اون چرخ خیاطی ور نمیرفتم که درستش کنم، چشم و دستم خسته نمیشدن، بچه خودمو زیر نمیگرفتم. شاید بازم بچه دار بشی. نه نمیخوام. الانم دست به جعبه وسایل نمیزنم. جعبه و وسایل ابزار رو من میارم. بگو کدوم پیچو باید باز کرد، من باز میکنم. اصغر بیا. جعبه وسایل سنگینه. این همکارم کمکمون میکنه. این میره به همه میگه من چرخ خیاطی رو نمیتونم درست کنم. این لاله نمیتونه حرف بزنه. مگه نه؟ دیدی؟ نمیتونه به کسی چیزی بگه. جعبه وسایل کجاست؟ نمیام. چرا؟ اگه نتونستم همه به من میخندن. گلی رو میفرستم تو بچه ها رو نذاره اونجا بمونن. چته؟ آخه چه خبره؟ پیچه ریزن. چشم نمیبینن. پیچه ریز رو بده من واکنم. بیا این پیچه بپیچ. نه اینجوری نه. بده من ببینم. مطمئنی این بهش میخوره؟ حالا دیگه تو واسه من اوستا شدی؟ خودم بلدم چیکار کنم. تو شاخره بزن به برق. نگیرتت. خدا کنه بگیره و منو بکشه تا از جهنم این عذاب راحت شه. ولی من دوست ندارم بچه‌م بی پدر بشه. چی؟ بزن به بر.
به این زودی؟ پس شب نمون سر کار. باید بمونم. اومدی دیدی که خبری هم نبود. نترس. من از بچه دار شدن میترسم. اگه دوباره اتفاقی پیش بیاد چی؟ ما دیگه از امروز سه نفری مسخر. یا میچسبی به زندگی یا یه بلایی سر خودت میاری. منم به بچه‌مو میگم پدرت رفت زیر ماشین. من شب نمیام. تو کارگاه کار دارم. بازم بهش بگو. مادر جون هر روز میگم. امروز یه بوایی بردم. شاید بشه یه کاری واسه پیدا کنم. صبر کن. سلام خانم. سلام. یه عرض کوچیکی داشتم. بله. این صنوبر خانم. البته یه بار مادرم رو فرستادم خونشون ولی جوابی ندادن. اون گرفتار مادر بزرگ و خواهرشه. نمیتونه اونا رو بی سرپرست بذاره. من حرفی ندارم. الانم شب و روز گرفتار بیمارستان جراحی مادر بزرگشه. اکی تالا؟ همین دو سه روزه. شما مگه میخوای با یه دختر ازدواج کنی؟ بهتره بیشتر پیگیر باشی. دیشب به خاطر موندن من صاحب خونه‌شون دعوا را انداخت. تقصیر من شد. نه این یکی دو روز بالاخره این کارو میکرد. حالا میخوای چی کار کنی؟ کنار خیابون میمونم. یا خونه ما. صاحب خونه‌تون چی میگه؟ تو که جا نداری. بیا بریم فعلا اساستون رو بزنین خونه ما. بچه‌ها مادر شوهرت بیرون نمونن. بالاخره یه جوابی هم به صاحب خونه میدم. بیا بریم. صنوبر خانم، ایشون کی باشن؟ مهمونم. مهمون این همه وسیله؟ چند روزی توی اتاق سر میکنن تا جا پیدا کنن. از من اجازه گرفتی؟ رقیه خانم، چند روزی تا جا پیدا کنن و مادر جون از بیمارستان بیاد مراقب جمیله هستن. همین. خب، بیشتر از 3-4 روز طول نکشه ها. سلام. اینا رو کی آورده؟ چرا به فکر خودت نیستی؟ بازم با مادرش اینجا بود. کی میخوای سر سامون بگیری؟ و پای ما نسوز. آروم باشید مادر جون. خسته میشی. استراحت کن. سلام. بعد یه مدت استراحت کنی.
الان حالم جا میاد. میام پارچه ها رو برش میدم. تو دل واپس نباش، من اونا رو برش میدم. تو؟ بابا شوخی کرد، دعواش نکن. اجازه بده ببرم، اگه خراب کردم پول پارچه ها رو ازم کسر کن. باش. پس بلد شدی؟ خوبه؟ حالا دیگه راحت میتونی بری سر خونه زندگی تازت. من نمیخوام اینجا کار کنم، میخوام درسمو بخونم تا از این وضع و مریضی و بدبختی و این کار و دست این بابا و زن بابا راحت بشم. خدیجه خانم، اگه یه چیزی بگم به دل نمیگیری؟ نه بفرمایید. حتما لازم نیست اگه خانم امینی از احوال آدم پرسجو کنه، از نق و نق این اونم با خبر بشه. از قرار شما بیشتر با اون دم خورین و با هم چیک و پیک دارین. ببخشید با خودم بودم. سلام. سلام. چه خبر؟ هیچی. پس چه تولید اینقدر رفته بالا؟ در صورتی که سنوبرم نمیاد. خود منم فکریم. آخه تغییر چرا بیخبر از من قرار گذاشتی؟ من این چند شب تو کارگاه کار دارم. صبر میکردی؟ من که نمیرسم بیام، اما خودتون هر حرفی دارید بزنید. و مادرم هم راضی شده دیگه. خدافظ. سلام خانم. سلام. تو کجا میخوای جشن عروسی تو بگیری؟ نمیدونم. به نظر من بهتره تو کار با جشن بگیری. اینجا؟ اگه شب جشن بگیری میتونی با یه کلگی همه مهمونا رو وادار به کار کنی که هر کدوم دست باز بدوزن. خود این کار خرج عروسی رو در میاره. با اجازتون من میرم سر کار. بیا زینت خانم، این پولا رو بذار تو گاف صندوق، بعد زودتر بدیم کارخونه. انقدر زود؟ دیدم تولید خوب رفته بالا، فکر کردم زودتر پارچه‌مون تموم بشه. دارم بقیه پودرم از چند جا تهیه میکنم. تا کی؟ حدود یک هفته. ببینم سلسه نخها رو پرداخت کردی؟ نه یادم رفته خانم امینی. حواس پرتی تو منو برشکست میکنه. اون از پارچه های دیروز، اینم از سلسه نخها. چته؟ میپردازم خانم امینی. پس زودتر پرداخت کن، معطلش هم نکن. نسرین، خانم امینی نرفته. خب نرفته باشه، فکر کردی چه گلی به سرم میزنه؟ با اندازه کارم به موز میده، برای چی بپرسم؟ اوه توپت خیلی پره. معلومه، اگه یه اتفاقی مثل سنوبر برای هر کدومون بیفته یه قرون کمکمون میکنه. یه روزه بدوز پولش از من طلب کار میشه. باشه، میمونم همشو میدوزم. پولش هم نمیخوام، میدونم برای چه داری. انشالله برای جهیزیه عروسیت خودم دست بالا میزنم. من برای عوض کار نمی کنم. با اون چهارتا بچه داداش خدا بیامرزم که به فکر عروسی. فاطمه اگه میتونی یه مدت شب تا صبح بیا کمک، پولش هم از من طلبکار میشی تا بعد. من باید برم خونه سنوبر
به جمیل و بچه‌م و مادر شوهرم. مادر شوهری به بچه‌ها میرسه. من باید به اونا برسم. اگه خانم امینی بفهمه هممونو بیرون میکنه. خود سنوبرم خبر داره؟ مگه فرقی هم میکنه؟ مدرسه بیه کارگاه. فردا امتحان دارم. به جای دیدن بابا و اون زن بابات میتونی درستم تو روشنایی بخونی. این به خاطر سنوبره؟ زود برگرد طیبه. کارو باید برسونی. چشم. من یه سر میرم خونه، زود برگردم. من امشب مچ اینا رو وا میکنم. از فردا کارت درست میشه. پول از کجا جور کردی؟ مادر عالیه داد. پس برو یه تشکرم ازش بکن. امشب یه سری سر رام بهش میزنم. یه گل شیرینی هم ببر که پول ندی بخری. چشم. فاطمه از سر کار نیومده؟ خاله گفت تا صبح یه کار داره خونه نمیاد. نگفت کجا؟ نه. من میرم یه سر خونه عالیه و میام. در باز کن ببینم. کلید بهش نمیخوره. مطمئنه کلید مال همینجاست؟ آره سرکار، مال همینجاست. بریم کنون تری. نه به خدا سرکار، مادرم اینجا کار میکنه. همون کارم اون تو هم سرکار. زنگ بزنیم شهادت میدم. این خانم داشت با این در بر میرم. به خدا زینت، اومدم یه سر بزنم. واسه چی؟ زینت، به خدا داشتم از اینجا گذر میکردم. به سرکار بگو. سرکار، این خانم با ما هستن. Thank you.
خیلی خوب، این راهش نبود. میخوای چند شب بیا کمک ما، دخترت کار یاد بگیره تا من بعدن یه فکری براش بکنم. من حاضرم. پس بیا بریم لباسا رو تا بزن. مزدمون رو که میده از من طلبکار میشی، تا چند وقت دیگه بهت میدم. باشه. سلام مادر. سلام. پس آلیه کو؟ آلیه؟ مگه هنوز نیومده خونه؟ امشب بله برون و شیرینی خورونه، باید زودتر میومد. من اومدم بابت پولی که شما قرض دادید تشکر کنم. کدوم پول؟ پولی که از پس اندازتون دادی؟ من پس اندازم کجا بود دختر؟ آلیه کجا؟ شبا تو کارگاه کار میکنه. نمیدونم چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه کسری دارم. زینت بدهکاری داره، نمیدونم والا. امشبم قراره داییش با نامزدش و پدر مادرش بیان اینجا. الان میرم میارمش. الو 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 خدیجه تو هم؟ به خدا خانم، من اومده بودم موچه اینا رو بگیرم. آسف منو گیرم. زینت صبح بیه فروشگاه، حالا همه تعطیل کنن و برن. فردا اخراجت میکنه. شاید. میخوای چیکار کنی؟ میخوایم تعطیل کنیم. همه چیز تقصیر منه. میرم پیشش میگم که من پول احتیاج داشتم. تو هم به خاطر آبروی من خودتو سپر و برا کردی. نه. ما میدونیم برای کی کار میکنیم زینت. حالا هم کارو تعطیل نمیکنیم. شاید فردا اخراجتون کنه. نه ترس. کارگر ارزونتر از ما پیدا نمیکنه. بهتر کارمونو بکنیم تا فردا خیلی اتفاقا میفته. باشه. میشه منم بمونم؟ تو چی خدیجه؟ نمیدونم. سلام. بیا تو. سلام.
سلام. سلام. امتحانات چطور شد؟ خوب شد.